درود به مردم شریف ایران نوید افکاری <تصفح> درود بر شما به کانال آوای ایران خوش آمدید. در این بسته خبری با یک خبر مهم و فوری درباره وضعیت سلامت علی خامنه‌ای که از درون هسته قدرت به دست ما رسیده است با شما هستیم. دعوت می‌کنم بدون معطله شنونده جزئیات این خبر باشید. انتشار جزئیات جدید از وضعیت سلامتی خامنه‌ای خامنه ای از 48 ساعت گذشته در کمای باربیتورات یا خواب مصنوعی به سر می برد و اوضاع سلامتیش وخیم گزارش شده. این روزها در حالی که نزدیک به ده ماه است خیزش مردمی ایران با فراز و نشیبهای فراوان و سرکوب گسترده مخالفان تداوم یافته بحث بیماری و مرگ علی خامنه ای و انتخاب رهبر سوم برای چندمین بار در محافل درون نظام مطرح است در هفته های اخیر برخی چهره های نزدیک به حوزه علمیه بر اهمیت انتخابات پیش روی مجلس خبرگان رهبری تاکید کردند زیرا این همان مجلس است که رهبر آینده را تعیین می اینکه آیا گمان زنی در مورد فرارسیدن زمان انتخاب رهبر سوم به دلیل سن بالای خامنه است یا شدت گرفتن دوباره بیماری او موضوعی است که نمیتوان به صورت قطعی در خصوص آن سخن گفت با این حال بر اساس اخبار غیر رسمی که از درون هسته سخت قدرت به دست آمده پزشکان به طولانی بودن عمر رهبری جمهوری اسلامی امید چندانی ندارند این منابع افزودند به دلیل دلیل های شدید اخیر به تصمیم تیم پزشکی خامنه ای از 48 ساعت گذشته تحت خواب مصنوعی یا کمای باربیتورات قرار گرفته است و تحت پایش 24 ساعته و بیوقفه تیم پزشکی است. این منابع علت انتخاب این روش که به وسیله دارویی خاص به نام تیوپنتال سودیوم انجام می شود را جلوگیری از مرگ سلولی و کاهش سوخت و ساز بدن وی برای نگه داشته سلامت سلول های مغزی او اعلام کردند. با این حال این خبر تا کنون توسط هیچ منبع رسمی تایید نشده است ششم تیر ماه 1360 وقتی خبر ترور روحانی سخنور و نزدیک به روح الله خمینی در مسجد ابوذر تهران منتشر شد کمتر کسی گمان می برد جان به در بردن او از این حادثه زمینه ی روی کار آمدن بیرحمترین رهبر مذهبی در تاریخ ایران شود که مردم هر روز آرزوی مرگ او را در خیابانها فریاد بزنند و بر دیوارها بنویسند با نشستن بر مسند رهبری جمهوری اسلامی هم مخالفان بیرون نظام را حذف کرد و هم منتقدان و مخالفان خود درون نظام و کسانی را که در نظر خمینی عین انقلاب بودند کنار گذاشت. او در کشتار مردم به جوانان، نوجوانان و خانواده های داغدار و دادخواه نیز رحم نکرد. دومین رهبر حکومت اسلامی در ایران مستبدترین نظام مذهبی معاصر را سامان داده و این کشور را به قرارگاه گروه تروریستی در خاورمیانه تبدیل کرد و حامی بعضی از مهمترین جریان های کننده در جهان شد. همه این مسائل در کنار هم باعث شده اند اخبار بیماری، سلامتی و مرگ رهبر جمهوری اسلامی طی سه دهه گذشته در کانون توجه افکار عمومی قرار بگیرند. به گفته منابع مختلف شرایط جسمانی علی خامنه ای از همان سالهای نخست رهبریش پایدار نبود. اگرچه راستی آزمایی این اطلاعات هرگز به صورت مستقل برای رسانه ها ممکن نشد، همین مسئله در کنار شدت سرکوب و حزب مخالفان و منتقدان در دوره های زمانی مختلف باعث شد انتشار خبر بیماری رهبر حکومت اسلامی و مسئله دانشینی او همواره مورد توجه قرار گیرد. سال 1373 وقتی برخی رسانه ها در خارج از ایران مدعی شدند علی خامنه ای به سرطان پروستات مبتلاست و وضعیت سلامتی او وخیم است اولین جرقه های حدس و گمان در مورد مدت زمان زنده ماندن رهبر جمهوری اسلامی مطرح شد اما واکنش حکومت سکوت برابر چنین مطالبی بود و از سوی دیگر حضور مداوم خامنه ای در دیدارهای عمومی نشان از سلامت جسمانی او داشت بنابراین جامعه اخبار وخامت او را جدی نگرفت دومین بار که اخبار بیماری خامنه ای منتشر شد پس از قتل های زنجیره ای و وقایع مرتبط با کوی دانشگاه بود سال 1379 رسانه های مصوم به اصلاح طلب و نشریات غیر رسمی دانشجویی پیکان حملات خود را به سمت رهبر جمهوری اسلامی گرفتند و همزمان برخی نشریات به نقل از منابع امنیتی ناشناس مدعی شدند بیماری سرطان او به مرحله ای حاد رسیده است اما این بار نیز تصاویر منتشر شده از ولی فقیه حکومت اسلامی کمتر نشانه از بیماری در خود نداشت و این اخبار بار دیگر به دست فراموشی سپرده شد در این سالها به نظر می رسید هر بار خامنه ای و حامیانش برابر خواسته های سیاسی مردم صف کشیدند یکی از اخباری که مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت وضعیت سلامتی و مرگ او بود میان التحاب های سیاسی سال 88 برخی رسانه های نزدیک به منتقدان نتیجه انتخابات مدعی شدند دلیل اصرار حکومت برای پیروزی مجدد رئیس جمهوری وقت خواسته مجتبا با توجه به وخامت حال پدرش در مقام رهبر آینده جمهوری اسلامی است راویان این ادعا تأکید داشتند که بر اساس اخبار غیررسمی که از درون هسته سخت قدرت به دست آورده اند پزشکان به طولانی بودن عمر رهبر جمهوری اسلامی امید چندانی ندارند ولی این اطلاعات نیز همانند موارد قبلی با گذشته زمان اثبات نشد اعلام بستری شدن رهبر نظام در شهریور 1393 و تایید این مسئله که او برای آرزه پروستات تحت عمل جراحی قرار گرفته است بار دیگر ابتلای او به بیماری سرطان را به تیتر یک اخبار تبدیل کرد سال 1394 نشریه فیگارو مدعی شد به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهند بیماری سرطان رهبر جمهوری اسلامی به فاز چهارم رسیده است و او شانس زیادی برای زنده ماندن ندارد. سال 1399 حضور نیافتن ولی فقیه حکومت اسلامی در برخی از مناسبت‌ها ای بوده که رسانه های غربی مدعی شوند خامنه‌ای به کرونا مبتلا و شرایط جسمانیش بحرانی شده است. بازگشت هر از جمهوری اسلامی به عرصه رسانه و دیدار با مقام ها هم نشان از کهولت و خستگی در چهره ای داشت که سنش از مرز 80 عبور کرده است. قیبت طولانی مدت علی خامنه ای در سال 1400 یک بار دیگر سبب شد وبسایت نشریه آمریکایی نیوزویک مدعی شود رهبر جمهوری اسلامی به دلیل انصداد روده و تب بالا در بیمارستانی مخصوص بستری است و پزشکان وضعیت او را بحرانی ارزیابی کنند. همزمان روزنامه سان در بریتانیا نیز این خبر را تایید کرد اگرچه این غیبت نیز به پایان رسید و رهبر محبوب سرداران سپاه در میان آنها حاضر شد شهریور 1401 بار دیگر غیبت خامنه ای در دیدارهای رسمی موجب اوج گرفتن اخبار در مورد بیماری او شد همزمان با خیزش مردمی و سرداده شدن مکرر شعار مرگ بر خامنه ای و آتش زدن تصاویر او در نقاط مختلف ایران او مجددا در جلسات عمومی حاضر شد و را به بازگشت خدای کشدار دهه شست تهدید کرد. اما دو هفته پیش در زمان سال مرگ خمینی بار دیگر موضوع وخامت حال خامنه ای توجه رسانه ها را جلب کرد. پس از تایید وخامت اوضاع جسمانی خامنه ای توسط مرندی، پزشک مخصوص او بعد از سخنرانیش در مزار خمینی اطلاعاتی جدید از وضعیت سلامتی خامنه ای منتشر شد. کاربری در توییتر با انتشار این دو عکس نوشت آنچه در تصویر میبینید یک وسیله پزشکی است یک دستگاه کوچک و پیشرفته و کارش مراقبت از قلب و ریه است که علاوه بر اینکه جلوی مرگ آقا را میگیره از سلابت و اقتدار ایشان محافظت میکنه تا سلابتش نیفتد افراد مختلفی درباره این وسیله صحبت کردند کاربری گفته اسم این دستگاه این هستش که برای مشکلات ریوی و قلبی استفاده میشه کاربر دیگری هم گفته خامنه یک دستگاه دیگر هم داره که به گردن خودش و حلقه اول محافظان آویزان است در صورت نزدیک شدن به او از فاصله دو متری این دستگاه بلافاصله به محافظان سیگنال می دهد که فرد ناشناسی به او نزدیک شده است معمولا در دیدارهای خاص به افرادی که اجازه نزدیک شدن دارند پس از بازرسی بدنی یکی از این دستگاه ها داده می شود شش سال پیش زمانی که خامنه ای بر پیکر هاشمی رفسنجانی نماز میخواند وجود چنین دستگاهی تایید شد در این ویدیو نگرانی پزشک مخصوص خامنه ای به دلیل قطع ارتباط دستگاه که مدتی است در سینه ای او کار گذاشتند. محسنو. بداه رهبر عزیزمان با یار دیرین و همسنگر و رفیق دیرینه شان جانکاه است و همینک همه ما آماده ایم تا بدن متحر حضرت آیت الله حاشمی رفسنجانی را در مسیر خیابان انقلاب تا خیابان حافظ به سمت جنوب تا مرغد و مزجع و بارگاه ملائک پاسبان حضرت امام رضوان الله تعالی علی مشایعت کنیم هنگامی که خامنه ای پس از پایان نماز بر سر تابوت رفسنجانی زانو زد، سردار وحید نزدیکترین فرد به خامنه ای پس از لحظه کوتاه با اشاره دست از شخصی می خواهد که جلو بیاید و سینه خامنه ای را وارسی کند. آن شخص نشسته جلو آمد و دست در گریبان خامنه ای می کند و سپس شخص دومی هم همین کار را تکرار می کند و هر دو با اشاره سر به وحید اطمینان میدهند که همه چیز رو راه است. دیده می شود. هنگامی که خامنه ای برپا می خیزد. یکی از این دو نفر باز هم برای کنترل مجدد دستگاه دست خود را به سینه خامنه ای میبرد که این بار خامنه ای با دست چپ خود دست او را پس میزند این صحنه نشان می دهد که خامنه ای به دلیل بیماری و نگرانی اطرافیانش به صورت 24 ساعته زیر کنترل پزشکی قرار دارد یک پزشک متخصص ساکن آلمان در این باره میگوید این دستگاه یکی از آخرین پیشرفت ها در علم پزشکی است که به آن پزشکی بیسیم یا از راه دور گفته می شود اندازه های این دستگاه کوچکتر از مغز یک خودکار می باشد که در کمتر از یک دقیقه می شود آن را در ناحیه سینه و قلب یا پایین تر کار گذاشت سپس دستگاه با یک نرم افزار به تلفن موبایل وصل می شود البته می توانی دستگاه را از راه اینترنت به کامپیوتر و دستگاه کنترل مخصوص هم وصل کرد

علی خامنه ای دو هفته قبل با حاضر شدن در مقبره خمینی در سال مرگ او با صدای بیمارگونه و مریض احوال نخواست حقیقتی را فاش کرد که باعث حیرت همگان شد او در سخنانی عجیب اعلام کرد که تا چند ماه دیگر بیشتر زنده نیست خامنه ای که همیشه با انرژی و شوق نسبت به انتخابات پیش رو سخن می گفت در نطقی عجیب در مورد انتخابات پیش رو گفت برای انتخابات آخر سال انشاالله اگر زنده بودم و توفیق داشتم بعدا خواهم کرد این اولین بار است که علی خامنه ای با این صدای ناخوش و بیمارگونه اش خطاب به نیروهایش اعلام می کند که شاید برای چند ماه بعد زنده نباشد گویا خامنه ای که در سالهای آخر عمرش حسابی پریشان و ترسیده به نظر می رسد